متى فصل 11 عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ عیسی در جواب گفت: بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز میابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند. کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان مژده داده میشود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا میرفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد می لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشم و فیشنی پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصرهای سلطنتی است. پس شما برای دیدن چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک پیغمبر؟ آره، به شما میگویم که او از یک پیغمبر هم بالاتر است. او کسی است که درباره وی نوشته شده است: این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز، پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید، ناله کردیم، گریه نکردید. وقت یحیی آمد، نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او روح ناپاک دارد. وقت پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، مردم می گویند ببینید او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق جزیگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد. آنگاه عیسی درباره شهرهای صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش نموده گفت: وای بر تو ای خرازین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این خط بینی کشیده و خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کپرناهوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، ترا سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آره ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید
و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و بی کبر هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.